رو بدیم به هم، یه رهبری که بتونه الان درون ایران بعد از شکستن مچ پای موسوی و کروبی که تمام زحماتش اینجا کشیده شد با تمام حق بازی و کلکی که شما چند تا تلویزیون تو این یک سال گذشته کردید، لااقل یه جا بیاییم غیرت و شرف رو به کار بگیریم. یک عده بسیار زیادی در اون تظاهرات اول می دلخور و نگران و درب و داغون و مستحصل و شکسته شدن. چرا سعید زکویی با همسرش رفت اون بالا، همسرش هم کلاه شیکی سرش گذاشته بود و رفت اون بالا و چیکار کرد؟ فریادهای جاویدش زد که یک هفته نمیتونست حرف بزنه، صدای آریامهر رو گذاشت در پاسارگاد، اسکناسای خود شاهزاده رضا پهلوی رو پخش کرد تو جمعیت، براشون گرون بود. دوست دارن نمیدونم چیه، جریان حسادت عقده است، پشت پرده نباید وضعیت به اونجا میرسید که 5000 نفر جاویچا جاویچا بگن. چرا نمیاید این کار رو بکنید؟ آقای شهرام و همایون، به جان فرزندانم، به ناموسم، به اهورامزدای ایران اگه 50 تا ما هستیم داشته باشید، ولی بیاین اعلام کنید در اون تظاهرات میخوایم دشمنان حکومت اسلامی، براندازها، اونایی که خواهان سرنگونی رژیم اصلا رو دعوت بکنید و هرچی هم هرچی میخواد بیاره. اون وقت من به شما میگم ما میایم عکسای رضا پهلوی، شاهزاده علیحضرت، رضا شاهی دوم، به پرچم شیر و خورشید هم میاریم، جاوید شاه هم میگیریم و ببینید الان زمان این کاره. سازمان خشم مگه نمیگه طرفدار نظام پادشاهیه؟ حزب مشروطه مگه نمیگه پادشاهی میخوای؟ چه جوریه بازی؟ من که میدونم چیه، چه خبره پشت پرده. مردم به سوال کنید، بگید آقای شهرام دائما داری سکه های آریامهر رو میفروشی، رضا شاه رو میفروشی، کوروش رو میفروشی، رضا به ویدیوهای رضا شاه دوم خاندان پهلوی رو میفروشی. خب آقا بیا اونجا واسه این همه کاسبی که از این خانواده کردی برو بالا یه جاوید شاه هم بگو، یا بگو مرگ بر کلیت حکومت اسلام. برگردیم به کارم. ما از هر نیرویی که قصد درجا زدن داشته باشه، قصد خاموش کردن ملت ایران رو داشته باشه، بخواد نقش ترمز رو بازی کنه، بخواد مردم رو به بیکفایتی و به آرامش و به نشستن تو خونه و قبول و تحمیل تمام این جنایاتی که در حقش میشه بکنه، ما باید از این نیروها بگذریم، عبور کنیم، زیر پامون لهشون کنیم، رچیم بریم. هر کی بخواد باشه، هر کی الله محمد باشه، بخواد نقش بازدارنده، بخواد نقش مماشات، بخواد مسامحه، بخواد نقشی رو ایفا کنه که به هر طریقی استمرار این رژیم رو بازی بکنه، باید از روش رد شد. دیگه از الله خمینی که بالاتر نیست که. محتوا و مطالبات مردم ایران براندازی رژیم اسلامی در کلیت و در تمامیتش، هیچ چیز دیگری نیست. و باید جنبش اعتراضی مردم رو به رسمیت شناخت، قبولش کرد و برای به رسمیت شناختن خواسته و مطالبات مردم که نابودی و براندازی و سرنگونی این رژیم در کلیت و در تمامیتشه، با مزدوران، جیره‌خواران، پروژه‌سازها، دلال‌های سیاسی، قابلیس‌های سیاسی، رسانه‌های وابسته به رژیم اسلامی باید جنگید. حالا شما میگید تفرقه برا کری میکنه،
آخه یک دقیقه توی تودهی حرومزاده، توی اکثریتی خائن، توی مثلا نقاب مصدقی ملی به صورت کشیده، هنوز تو 28 مرداد داری جفت در چارکش میندازی و نشستی این رژیم رو ببینی چجوری میتونی نگرش داری که نکنه پادشاهی برگرده. مطالبات مردم رو که خواهان نابودی این رژیم هستند رو باید به رسمیت شناخت، و وقتی به رسمیت شناختی با هر نیرو، با هر عنصر، با هر قشری، ایدئولوژی، شخصیتی که بخواد مردم رو نقشه ترمز براشون قائل بازی کنه، مواشات بکنه، مسامحه بکنه، وقت گذرونی بکنه، هر کی باشد بیخیر شده. تقی بدش میاد، نقی بدش میاد، اون بدش، این بازی ها تمام شد. امروز اصلاح طلبان دولتی و حکومت اسلامی یک اولویت و یک وظیفه رو شونه هاشونه و اون کنترل مردمه، ولی اصلا از دستشون این بازی ها خارج شده. تمامی اقدامات و تاکتیک هایی که دارن به خرج میدند صرفا جهت خونسا کردن نیروی مردم، خرج دادن این جنبش، این خیزش، این رستاخیزه، و باید حواسمون خیلی جمع باشه. الان دیگه نقش و چهره موسوی رو به هر طریقی بود ما رو کردیم، بادارشون کردیم بیان و چهره حقیقی خودشون رو نشون بدن. دیگه بیانیه 18 و 19 و 20 اینا دیگه همه بولشت. الان زمانی است که دیگر باید رهبری و نقش رهبر آشکارا در میدان دیده بشه. کنش و واکنش نباید باشه. 50 نفر رو بکشن، ما اینجا بشینیم عزاداری کنیم، بگیم بچه ها ما چقدر متاسفی میشد، چه رژیم دشخیم بی پدر و مادر دیکتاتوری. وای از این صحبت. باید دید چگونه میتوان در یک برنامه ریزی شده، سیستماتیک، با تکنیک و تاکتیک های حساب شده، فرماندهی و رهبری رو در درون ایران به عهده گرفت، از برون از مرزهای ایران، و کار رو تمام کرد قبل از اینکه این حرومزاده ها با یه پروژه سناریوی دیگه وارد بازی بشه. تظاهرات در خارج از کشور باید برید عمقش رو بشینید بررسی کنید. من برای چی دارم میرم جلو فدرال بیلدینگ؟ من دارم میرم جلو فدرال بیلدینگ چون از رژیم اسلامی در کلیت و در تمامیتش متنفرم. من دارم میرم جلو فدرال بیلدینگ میگم موسوی مرگ بر تو که یک سال باعث این همه کشته شدن شدی، و در روزی که باید میامدی و به خاطر جمعیت و میرفتی و این مردم میرفتن کار رو زمان میکردن، اومدی گفتی مجوز به ما ندادن، ما نمیخوایم مردم کشته بشن. پس حرومزاده چرا تو این یه سال این بازی ها رو کردی، این همه کشته مردم ندادن؟ درک میکنی؟ میفهمید؟ و برای اینکه تنور این بازی ها داغ بمونه و اونا بتونن دوباره یه راهکاری پیدا کنن و دوباره وارد بازی بشن، یه سری طولستگ و یه سری مارمولک و یه سری از این فاحشه های رسانه‌دار و اینا باید یه جوری سر مردم رو جرم کنن. خاک بر سر ملتی که به خاطر کارت تلفن و چتر و نمیدونم این گونه مسائل و یه لقمه نون بخواد بیاد ملعمه دست حکومت اسلامی بشه. تظاهرات باید اساس و ریشه و بنیاد داشته باشه و بدونیم برای چی داریم میریم و چه کار میخواییم بکنیم. باید بدونیم کی داره هدایتش میکنه، پشت پردهش چیه، دقیقاً باید لیستش به مردم داده بشه، سخنرانها کیا هستن، چیه جریان، این کیه، اون کیه، این چی میخواد بگه، اون چی کار میخواد بکنه. 30 سال با ما مثل بزغاله و گوسفند و بره از ما استفاده کرد.